آخر برنامه ای امروز با خانم میترا بابک عزیز توی استودیو هستیم و با بحثای جالبشون خوب, خوب خیلی خوبم خوش که داری خیلی خوش خیلی خوش خب هفته گذشته خانم بابک گفتیم که بیننده عزیز هر که میخواد اگه حرف ناگفته ای دارن یا بنویسند یا صداشون رو کنن و تجربهشون رو برای ما بنویسن که چقدر واقعا دقیقا. پیغام گرفتیم دقیقا. خیلی زیاد برامون نوشتن برای منم جداگونه نوشتن که یه سری قبلا این کارو کرده بودن نوشته بودن و ضبط کردن یه مقدار تازه تر این قضیه که ضبط بکنیم صدامون رو یا اینکه مثل دفعه پیش که گفتم یه خودش گشتال ترپیه که شما با اون شخص صحبت بکنید و این ریسپاند و این فیدبک هایی که ما میگیم کامنت هایی که میگیریم خیلی کمک میکنه که بتونیم ببینیم تجربه هاشون واقعا به چه صورت بوده چی کار کردن با خودشون و چیزی که برای من خیلی جالب بود این بود که نوشته بودن که یعنی یه نفر نوشته بود که من می نویسم خیلی هم یه فایل درست کردم یه پرونده از خودم درست کردم ولی چند وقت پیش همه رو نابود کردم برای اینکه خیلی می از اینکه که کسی بخونه از اینکه که قضاوت بشم شاید از اینکه که نصیحت بشم و یا سرزنش بشم حالا با هر کی مثلا که تجربه خیلی متفاوت بوده بعضیا گفتن که وقتی که اومدن بنویسن حالا بعضی نوشتن که خیلی خوب بوده خیلی قشنگ احساس کردن خالی شدن اون احساسات بعدشون دیگه نبوده بعضیا بیشتر عصبانی تر شدن وقتی مدن دوباره بخونن احساس کردن که دوباره همیشه یادآوری شده و دقیقه. ببین اولا که متفاوت بود ریسپاندا احساسا متفاوته هر کس با تجربه و با شخصیت خودش مقابله میکنه با این این با این روشا که دیدیم چقدر متفاوته یکی نوشته راحت میشم یکی نوشته تازه نوشته بود تازه به هم میریزم وقتی میرم میخونم بیشتر عصبانی میشم بیشتر هرس میخورم بیشتر غمگین میشم ولی تفاوتی که ما داریم مسئله سلف دیفنس مکانیزم ماست یعنی اون سیستم دفاعی شخصیتی ماست که توی کودکی ما شکل گرفته و هر کدوم ما توی بلوغمون به عنوان یک سن انسان بالغ متفاوت از خودمون رفتار نشون میدیم و برخورد برخوردهای ما به این دلیل متفاوته که یکی میگه آخه راحت شدم اون یکی میره فایلشو پاره میکنه و همه رو نابود میکنه اون یکی تازه وقتی میخونه عصبانی تر میشه این برمیگرده دقیقا به اون سیستم دفاعی ما که ما چه جوری ریسپاند میکنیم ما چه برخورد میکنیم ما با مشکلاتمون چجوری برخورد میکنیم ما با همین کارهای ناتمام و حرف ناتماممون چه برخورداری برخورد میکنیم چون تمام این هفته هایی که من دارم صحبت میکنم میخوام هر کس از هر کدوم از بیننده های ما بره با جوابایی که به من میده من متوجه میشم دقیقا از چه شخصیتی داره میاد کجاها آسیب خورده چه سیستم دفاعی برای شکل گرفته که الان به عنوان یه بالغ داره بازگیر کرده استراگل کرده نمیدونه چی کار باید بکنه انسان انسانی که راحت میشه نشون میده که خب این آدمیه که پرونده ساز زیاد نیست خیلی کینه نمیکنه تیکت ایزی تر به قول این انگلیسی ها آسون تر می گیره. یعنی سیستم میره می داره ولی خیلی, خیلی, خیلی... لازم. آره اون حس اون حساسیت رو نداره حس قربانی بودن اگه یادتون بشه مسلس قربانی اون, مسلس... اون قربانیه خیلی خودش اون قربانیه نمیدونه و توی کودکیش با... با کینه و قهر بزرگ نشده که راحت تر میتونه از این قضیه بگذره ولی زمانی که من میخ... می نویسم بعد که میرم می خونم حالم خیلی بدتر میشه اینجاست که من تو کودکیم چه اتفاقاتی افتاد چقدر من انسان حساسی هستم که یکی از کلیپامون انسان حساس کیست اونو بعد برن نگاه کنن این اینه که حالا من باید با این ضعفم از این طریق متوجه ضعفم شدم که من با این روشا چه احساسی به من دست میده حالا ضعف من اتفاقا از کجا پیدا شد ضعفمون اینجوری میتونیم با اسمارتی و با هوش پیداش بکنیم و حالا روی این ضعفمون کار بکنیم بعضی ها مثلا انسان های درونگرایی هستن نمیتونن حرفشونو بزنن نمیتونن بنویسن یه خانمی نوشته بودن که من وقتی که می خیلی میتونم احساساتم بریزم بیرون و واقعا از اون مشکل دل بکنم ولی اگه حرفش رو بزنم یه مقدار بیشتر میرم تو جزئیات بیشتر درگیرش میشم با دیگران وقتی حرف بزنه خوشحال راحت نمیشه نه بیشتر عصبانی میشه بیشتر غمگین میشه ولی وقتی برای خودش مینویسه راحت تره خب این کرکتر دقیقا کرکتر درونگرایی که یه جورایی از کودکیش تنها بزرگ شده صدا شنیده نشده مثل همون فرهنگی که دختر مظلوم پسر مظلوم هی hey, هم پمپش کردن که باری کلا باری کلا چه دختر مظلومی چه پسر مظلومی که این کرکتر مظلوم که از روانشناسی اشتباه انسان نباید مظلوم باشه و نه ظالم باشه ولی فرهنگ ما تبلیغ میکنه و تشویق میکنه این قضیه رو مظلوم بودن و این کودک عادت کرده حالا که بزرگ شده همون روش شل و یا اون لاک خودشه توی لاک خودش برای خودش میتونه بنویسه و خودش با خودش کنار میاد ولی حرفای ناگفته و کارهای ناتمام با من میمونه خب من که با طرف صحبت نکردم من که موضوع باز نکردم من فقط طبق روش همیشگی عادت خودم و سلاح خودم این روش منو فقط همیشه آروم کرده دیگه و من گیر کردم تو این روش تو این دایره استرات این روش گیر کرده یعنی حل نشده فقط حل میشه فقط آروم یعنی دقیقاً قرص مسکنه کاراکتری که با قرص مسکن فیکس میکنه خودشو آروم میشه رد میشه ولی چرکا با جمع میشه رو هم آنتی بایوتیک من نخوردم که من که ضعف رو نرفتم دقیق پیدا کنم این پازل ما به هم برزم روش بهتر و اصولی تر پیدا کنم یه روشی که بهش عادت کردیم مثل یه تیب لباس پوشیدن یه مدل مو درست کردن فکر می‌کنین فقط این مدل مو به من میاد مدل دیگه اصلا به من نمیاد دقیقا همین حالت عادت کردم به این روش و چون خودم پی خودم قرص مسکن به خودم میدم میگم خب دیگه عادت کردم دیگه آروم شدم دیگه اب نداره در صورتی که خیلی عیب داره چون... حالا یه خانم دیگه هم نوشته بودن که خب وقتی که اینا رو می نویسن خیلی واقعا احساس خوبی دارن و همش وقتی که میرن دوباره میخونن فکر میکنن که اگر که اینا رو میرفتن به اون طرف مقابلشون میگفتن خب چه همه چیز بدتر شده حالا یعنی شما نظرتون اینه که بهتره که حرفاشون رو برن به اون ببین... شخص سوم برسون. ببین عزیزم اگه تو من تو هر کدوم از ماها تو فرض کنیم با همسرت ناراحتی خب اگه به همسرت نگی فقط بنویسی اون که نمیدونه تو از دستش ناراحتی اون که نمیدونه تو یه کاری میکنه یا یه رفتاری داره انجام میده که تو رو داره ناراحت میکنه اون کار خودش رو ادامه میده چون اطلاع نداره از احساس تو تو احساس تو نگفتی و تو با مسکن خودت موقتا خودت رو آروم میکنی ولی موضوع حل نشده و بعد که این جمع بشه به انفجار ممکنه برسه بعد اون وقت این تو هستی که بیشتر ضربه میخوری و زیر سوال میری که چرا به من نگفتی چرا این همه سال به من نگفتی مثلا من یکی از کیسام یه نفری ده سال پیش هیچ ده سال مرج ازدواج ده سال پیش یا یکی از این یه آقای از این از, از آشناهاشون میاد به خانم این آقا میگه که شوهرتو داره خیانت میکنه خیلی هم بد میگه به یه حالتی که تمام وجود این زن رو پر از سم شک و تردید میکنه و بعد اون آقا میره از میره اصلا میره یا یه جورای در میره ولی این خانم حالا میخواد جدا شه ولی ده سال از این موضوع گذشته همون موقع هم موضوع یه منظر مطرح میشه و همسرش میگه میگه اصلا یه حقیقت نداره و جالب اینجاست که من توی مشاوره زن و هر دو نشسته بودن من ازش پرسیدم که تو این ده سال چی از همسرت دیدی؟ آیا خودت به عینه دیدی چیزی؟ گفت ندیدم ولی همش گفتن به من این چوهرش هم جزه به میکرد که تا اگر سوال میکرده شاید متوجه بر... نزید همچین برنامه های نبود حالا بله خطر ببین چی بود ده سال تن منو اون شخص لرزوند منو به شک خیلی دردناکی انداخت البته تو پرانتز بگم مسلمون هم نیستن که بگیم یه زن دیگه میتونه بگیره اینم اینم تو پرانتز داشته باشون اونجوری خیلی وقتا نه همه آقایون خیلی از آقایون رو شرعیش کردن دیگه میگن میشه ده سال این بانو با خودش پرونده سازیش شروع کرده طلاق عاطفیشو میده بدون اینکه شک رو به یقین تبدیل کنه و هیچ وقتم ندیده چرا مثلا دروغگویاشو دیده مثلا میرفته یه کاری بکنه کار نوجوانانه بعد میرفته میدن اونجا میگه اینجا نیستم در که فقط پل دوستاش نشسته بوده ولی با زن دیگری و یا افر داشتن و خیانت رو ندیده ولی تمام ذهن این بانو با مسموم شده و ده سال این پرونده سازی کرد برای امروز که بره برای اینکه زمانی که من طلاق عاطفی رو میدم خیلی خطرناک حالا دیگه دارم شروع میکنم با یه ذربین بزرگتر که ازت کلی ضعف بگیرم بنویسم 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 تا خودم و فرهنگم و خانوادم قانع کنم و مذهب و... مذهبم رو قانع کنم برای رفتن دیگه نمیخوام بمونم اما این زمان ده سال ده سال از بهترین لحظات زندگی زوج رفت نابود شد بچه اون وسط له میشن و بعد حالا که میخواد بر آقای من گفت اول همسرش من میگه والا من نمیدونم چی شد اصلا چی شده این میگه من میخوام جداشم بعد که از خانمش خواهش کردم بیاد خانمش میگه که شک دارم بهش دروغ میگه وقتی نگاه کردیم همین دو روز پیش دیدیم هیچ دلیلی نداره فقط با ذهن خودش و بازی کردن با ذهنش و اصلا به روی همسرش نمی آورد اون مسئله رو در صورتی که اون مسئله ریشه اصلی احساسش بود وقتی ما نگیم خیلی خطرناکه نه, نه عدل برای من و نه عدل برای همسرم و برای بچه هم موضوع رو باید همون موقع باز کنیم به یه نتیجه برسم حتی اگر داره خیانت هم کرده اگر قابل بخشش و لیاقت بخشش داره پس ببخشمش و حالا طرف مقابل خیلی کارا بعد بکنه که امنیت بیشتر برای من بکنه ولی حرف نگفته نمونده ولی زمانی که من حالا دیگه به تو شک کردم مهر تایید گذاشتم و دارم پرونده تو سنگین میکنم خیلی ناد برای هر دو البته خیلی غمگینه یه, ز... یه, خ... یه زوج و یه کانون گرم خانواده باید اینجوری بپاچه از پا... از پاچیده بشه دقیقا گفتن این حرفا خب خیلی مهمه ولی چند تا از عزیزان نوشته بودن توی فیسبوک که وقتی که مثلا میخوان حرفشون رو بزنن دیگه با خودشون کنار منم میخوان من حرفشون رو بزنن اون طرف مقابل رو نمیتونن پیداش کنن یا مثلا اون نمیخواد راجع میگه نمیخوام راجع به این موضوع صحبت کنم یا اینکه مثلا همش خودشون رو مشغول نشون میدن و اینا میگن وقت نداریم باه صحبت کنیم و اینا ببین همون سیستم دفاعی ما بعضیا فرار میکنن میترسن از مقابله شدن میترسن از اینه که یه اعترافی بکنن میترسن حالا ممکنه خیلی هم ساده باشه اصلا بزرگ نیست ولی برمیگرده به همون کودکی من و تو که آسیب خوردیم ترسیدیم یه چیزی رو زدیم شکستیم با خشونت به ما برخورد کردن بعد که میگیم تو, تو شکستی میگم نکردم میدیم تو دنیای انکار و از اینه که مقابله کنم با یه واقع با یه مسئله کوچیک و یا بزرگ ترس دارم غربی به راحتی میگه من کردم اکثرا من کردم من متاسفم ببخشید علی شرم. کی کجا من من, من نکردم برو ثابت کن هی hey, میپیچونه مقلطش میکنه سفزته میکنه و بعضی مواقع اصلا یک یه چیزی موضوع بسیار ساده ای رو اینقدر میپیچونه و اختلافات و فاصله عاطفی را بین همسرش ممکنه خیلی زیاد بکنه و بعدش هم بشه یه انسان غیر منطقی که اصلا نمیشه باش حرف زد یعنی اون طرف هم مورد اتهام قرار میگیره به, خاطر همین قضیه ما بعد یاد بگیریم ببینیم ترسای ما از کجا داره میاد چرا من اینقدر میترسم اگه اشتباهی کردم یه نه میگم نه ما رو نمیکشم تمام میشه میره چرا من اینقدر باید بپیچونم خودمو چرا اینقدر میترسم از خطام از اشتباهم وقتی اعتراف کنم به اشتباهم چرا از اعتراف ما اینقدر میترسیم مثلا اصلا میرن اعتراف میکنن دیدی میرن برای کیششون اعتراف میکنن خب این شده به از مذهبشون هم یه کالچر شده یه فرهنگ شده واسه شون اینو خوشبختانه دارن اعتراف کردن و بعد تو سیستم فرهنگ جدیدشون هم و قانونشون هم این قاطی شد و دیگه کارو آسون تر کرد ولی متاسفانه برای ما اعتراف حتی میگه دیده رو ندیده بگیر دروغ مصلحتی اینا اصلا توهین به هیچ مذهبی نیست و ما فقط داریم چون من یکی از تخصصان برای پژوهشگری برای مذاهب و زبان و فرهنگ و ایناست دارم این صحبت رو میکنم ما بعد الان نگاه کنیم ببینیم کجاها ضعف داریم ضعفمون هم از کجا داره میاد وقتی اعتراف برای ما سنگینه یه کار فرهنگیه این کار فرهنگی این این ضعف فرهنگی رو باید درست کنیم تک به تک من نوعی توی نوعی توی نوعی از اعتراف نترسم اون وقتی که دیگری میتونه به راحتی بیاد بر من حرف بزنه یکی نوشته بود من ضبط میکنم ضبط کردم نوشتم بردم دم مسخرم میکنه میگه مگه خدا بهت زبون نداده خب بیا حرف بزن اولا این چه طرز صداست تجی تو, تو خدا مگه زبون نداده بیا حرف بزن تو بدتر دهن منو بستی تو داری منو مسخره میکنی تو داری منو تحقیر میکنی بعدش هم داری به من میگی بیا خب حرف بزن من چجوری با این تن صدای تو حرف بزنم تو دقیقا دارد داری به من میگی خفه شو اینجا که اینجاست که من نباید خفشم اینجاست که همون به موقع موقعی که دارن مسخرت میکنن برگرد بگو که لطفا مسخرم نکن من فکر نمی کنم حرف مسخره ای زده باشم تو صدا تو عصبانی نکن غمگینش نکن صدا تو فرمش کن که طرفو شرمندش کنی اگر به مسخره گرفته یا اگر تو رو جدی نمیگیره یکی نوشته بود که تا زمانی که پلو پدرم بودم پدرم اجازه حرف زدن نمیداد تا میمدم حرف بزنم داد میکشید حالا که ازدواج کردم همسرم هر وقت میام حرف بزنم فرار میکنه وای نمیسه حرف بزنه این نعیست دادن و حرف گوش نکردن دوباره از همون آسیب من میاد آسیب من نوعی میاد اولا هنر گوش کردن ما نداریم هنر خلاصه گویی رو ما نداریم که اینا کلیپ اگه بعد برین میتونن ببینن این هنر رو هم باید پیدا کنیم و بعدشم زمانی که من فرار میکنم از چی بعد بشنم با خودم فکر کنم من از چی دارم فرار میکنم زندگی زن که داره میپاچه نه من خوشحالم و نه اون هر دفعه هم که یا با گوشه داره حرف میزنه یا داره نامه به من میده یا صدای منو گذاشته حرف داره از چی دارم فرار میکنم اینجوری که اگه من فرار بکنم که زندگیم بیشتر خراب میشه به جایی نمیرسم طرف مقابل ما عصبانی تر و منو متهم میکنه به انسان نفهم بیشور نادون تو دارم فرار میکنم پس بیان واقعا از امروز بشینم فکر کنم ببینم این همسر من این دوست دختر و پسر من این دختر من این پسر من این پدر و مادر من چی میخوان بگن که من نمیخوام بشنوم چی منو نگران میکنه و میترسونه و من نمیخوام بشنوم اینو من بعد بشینم با خودم خودم با خلوت خودم اینو پیداش کنم یا اگر میتونم کمک بگیرم یا کلیپ ها و نو... ج... م... م... روای دیگر رو گوش کنم هر کسی رو فقط به این آگاهی, آگاهی خودم برسم که چه باید من بکنم اون طرف مقابلم هم خیلی مسئله شرط مهمیه زمانی که من میرم میدم مسخرم میکنن روی سخن من به همه است چه تویی که می نویسی و صدا تو زبط میکنی چه تویی که این نوشته رو میگیری و یا این صدا رو داری گوش میکنی احترام بذار احترام به خودت در درجه اول بذار و بعد احترام به این نوشتار احترام به این گفتار بذار ببین چه گفتن حالا خیلی سری توی این یک دقیقه دو دقیقه سر همین تیکه خیلی سری من میگم شماره یک حرفتو ببین حرف نگفتت چیه شماره دو تا اول تشخیصش دادی بعد ببین احساست نسبت به این اتفاقی که شوهرت هر کسی دی چیزی بهت گفته تو رو خیلی ناراحت کرده چه احساسی داری غم عصبانیت این اینم پیداش کن و بعد از همسرت بخوابیش بگو که من میخوام یه موضوع رو با صحبت کنم هر وقت وقت داری لطفا به من بگو اگر نادونی کرد برگشت گفتش حالا واسه ما روانشناس بازی در نیار وقت ندارم ناراحت نشو زرنگ باش ناراحت نشو چون اون میخواد تو ناراحت شی شتابت کنه خفت کنه چون ترسیده که میخوای باش با حرف بزنی کمکش کن و بعد بهش بگو که نه شوخی نه شوخی نمی کنم لطفا هر وقت وقت داشتی به من بگو وقت مناسب خیلی مهمه زمان مناسب خیلی مهمه آقا از سر کار اومده یا خانم از سر کار خیر و نباید بگیری اصلا اون وقت وقت مناسبی نیست جلو بچه ها وقت مناسبی اصلا نیست بعد بشینیم بهش بگم که خب حالا من وقتی که حرف میزنم دلم میخواد من نمیخوام اول حرف بزنم من میخوام از خودت تو سوال کنم تو خودت آیا از من ناراحتی زمانمون تموم شد متاسفانه یه هفته <تصفح> دیگه من ادامه میدم حتما مرسی که با ما خیلی ممنون مرسی, خیلی ممنون, مرسی, مرسی ممنون, ممنون که تا این ساعت همراه ما بودیم به آخر برنامه رسیدیم منتظر پیاماتون هستیم هشتگ منوتو پلاس هم فراموش نکنین تا یه برنامه دیگه یه منوتو پلاس دیگه خدا نگهدار خدا نگهدار